زیارت اربعین حسینی علیه السلام که هر سال میلیون ها عاشق امام حسین حتی از ادیان دیگر به سمت شهر مقدس کربلا می کشاند، دارای ویژگی های عجیبی است که باعث حیرت غیر مسلمانان شده است. بر همین اساس هر سال تعداد قابل توجهی از خبرنگاران، روزنامه نگاران، پژوهشگران، گردشگران و اقشار مختلف غیر مسلمان از سراسر جهان در پیاده روی اربعین شرکت می کنند تا بیش از پیش درباره زوایای پیدا و پنهان بزرگترین تجمع انسانی کره زمین در کربلا اطلاعات کسب کنند و با آن آشنا شوند. مستند آسمان 40 روز گریست ساخته خانم سابرینا مرون، اسلام شناس و شیعه پژوه فرانسوی که روایتی تصویری از پیاده روی اربعین در سال 2019 میلادی است، در بخش فیلم های ادیان فستیوال پنج شنبه 4 می 2022 در سالن اجتماعات موزه کبرون لیژاک شیراک به نمایش درآمد. سابرینا مرون اسلام شناس و استاد مدرسه عالی مطالعات اجتماعی و ادیان و پژوهشگر برجسته مرکز ملی تحقیقات علوم، پیش از این کتاب‌هایی در زمینه شناخت و معرفی شیعه به رشته تحریر درآورده. کتاب نجف چهره شهر مقدس که در سال 2014 توسط سازمان یونسکو منتشر شد نمونه ای از آن است. در این مستند خانم مرون با موبایل خود در طول مسیر راهپیمایی اربعین حد فاصل نجف اشرف تا شهر مقدس کربلا عزاداری ها و سینه زنی های عاشقان شهید کربلا را به تصویر کشیده و با تعدادی از زائران پیاده عراقی و عربستانی هم مصاحبه کرده است. در بخشی از معرفی این مستند که در سایت موزه کبرون لیژاک شیراک منتشر شده آمده آسمان 40 روز گریست، روایتی از قوطه‌وری در زیارت شیعیان به سوی کربلای عراق است که هر سال میلیون ها زائر را به خود جذب می کند. سفر با پای پیاده تا حرم امام حسین نوه حضرت محمد که در سال 680 میلادی به شهادت رسید. این راهپیمایی از نجف تا کربلا حداقل 3 روز طول می کشد. در جاده نمادها و تصاویر حماسه امام حسین به نمایش گذاشته شده، گویی همین دیروز اتفاق افتاده است. این پیاده روی میلیونی به یاد بازگشت سر بریده امام به بدن ایشان است. صحنه ها پشت سر هم می آیند، در حالی که عراقی ها خود را در خدمت زائران قرار می دهند تا به آنها سرپناه و غذا بدهند. دوربین با دقت در میان جمعیت حرکت می کند و در امواج خروشان زائران محو می شود. آهنگ ها، عشق ها و گریه ها، ریتم و حرکات ضربات بر سینه ها در فضایی از شور مذهبی شدید بیننده را مسحور می کند. سید سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار و مستندساز ساکن پاریس. سلام، وقتتون بخیر. سلام و عرض ادب و ارادت خدمت شما و تمام بینندگان شبکه تلویزیون امام حسین علیه السلام. سلام. آشنایی غربی ها با دنیای شیعه و مخصوصا حرم ها در عراق چقدره؟ حتی از دوره استیلای امپراتوری عثمانی بر عراق و پس از اون، شهرشناسان غربی و فرانسوی زیادی به عتبات سفر میکردن و سفرنامه های خودشون رو بس از سفر خودشون مینوشتن و جز اولین آثار شرقشناسان برای نگاه به دنیای تشیع و عتبات عراق میشه به اون سفرنامه ها اشاره کرد. ولی به طور مشخص بیشتر به صورت آکادمیک و نگاه تحقیقاتی به عتبات و تشیع و مراجع نجف و در واقع حوزه علمیه در نجف و کربلا پس از جنگ اول و دوم جهانی، غربی‌ها، فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها بیشتر به
عتبات سفر کردن و گزارشات بیشتری نوشتن و در واقع مولتی مدیا و فیلم و مستند و اینها هم شروع شد به تولید. ولی به طور مشخص موج جدید توجه به عتبات پس از سقوط صدام و رونق گرفتن دوباره راهپیمایی اربعین توسط رسانه‌های غربی آغاز شد و دوربین به دست روزنامه‌نگارا و شبکه‌های رسانه‌ای و تلویزیونی غربی و فرانسوی به عتبات رفتن و گزارشاتی تهیه کردن. غیر از این مستند فرانسوی موارد دیگه ای سراغ دارین که غربی ها به پیاده روی میلیونی اربعین توجه کرده باشن یا این اولین باره؟ نه اولین بار نیست، قبلا هم رسانه‌های غربی به ویژه انگلیسی، فرانسوی و آلمانی شبکه ها اونجا رفتن و فیلم های مستندی تهیه شده. تعدادش زیاد نیست ولی این موجیه که آغاز شده به ویژه از سالهای 2015-16 به بعد. شبکه 6 فرانسه مستند خوبی درباره راهپیمایی اربعین تهیه کرد، شبکه اول فرانسه، شبکه های آلمانی هم اومدن و گزارشات کوتاه خبری چند دقیقه‌ای تهیه کردن. سال 2018 هم خود من توفیق داشتم که راهنما مترجم 3 تا روزنامه‌نگار فرانسوی و بلژیکی باشم که به دعوت شبکه، به دعوت عتبه عباسیه اونها رو بردیم و گزارشات خیلی خوبی در هفته‌نامه‌های لوپوان و نوبل ابزرواتور هم منتشر شد. شما حضور خبرنگاران و مستندسازان اروپایی و غربی رو در زیارت میلیونی اربعین چقدر در آشنا شدن دنیای غرب با شیعیان موثر میدونیم؟ بسیار موثر میدونم، ولی خب باید تعدادش بیشتر بشه. این مقداری که تولید شده هم از گزارشات در مطبوعات، هفته‌نامه‌ها و روزنامه‌ها و مستندهای کوتاهی که تهیه شده اونقدری هنوز نتونسته جامعه و افکار عمومی غربی و فرانسوی رو با این سیل خروشان انسان‌ها که سال یک بار مسافت اربعین جاری میشه و به سمت کربلای معلا میره رو بتونه در واقع اونها رو تحت تأثیر قرار بده و آگاهی و دانش و اطلاعات اونها رو از راهپیمایی اربعین و تشیع و عتبات بالا ببره. ولی اون کارهایی هم که انجام شده تونسته تأثیر خودش رو بذاره و حتی ذهن عقلگرا و ماده پرست غربی ها رو هم تحت تأثیر این سیل خروشان عشق و ارادتی بشه که هر ساله جاری میشه و به سوی کربلا راهی میشه. ولی هنوز کار، جای کار برای تولیدات بیشتر هنوز خیلی هست. تشکر میکنم. سید سراج‌الدین میردامادی از پاریس با ما بودند.